سلام بر شما. ما عادله سازگار با اتفاق همکارم با یکی از گزارش های ویژه دیگر در خدمتتان قرار داریم. ما در این گزارش کارکرد و فعالیت صنایع دستی به عنوان تخاری را به تصویر میکشیم. تا پایان این گزارش همراهی مون کنید. های عزیزی رادیو تلویزیونی ملی، صنایع دستی در کشور یکی از گنجینه های فرهنگی و اصیلی افغان هاست که از نسل به نسل برای شمار زیادی به یادگار مانده است و افرادی که در این راستا مهارت های فنی دارند می توانند از این روش نیازمندی های اقتصادی و زندگیشان را مرفوع سازند. صنایع دستی در کشور از جایگاه بلند برخوردار است و یکی از منابع بزرگ اقتصادی به شمار می رود. ورشد این منابع بزرگ اقتصادی در چند سال اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. تخار از جمله ولایت های کشور است که نیز در چند سال اخیر صنایع دستی در آن رشد بی‌پیشینه ای داشته است و دیده می شود که بیشترین بانوان تخاری به صنایع دستی روی آوردند. مقصد خیاطی باشه و کار خوب است که خیاطی را یاد بگیری و مسایه کنی و یک کار خوب یاد بگیری و از دولت همی تقاضا را داریم که بر ما کمک کنه. یک چیزی از اینجا ماشین کمبودی داریم، بعض لوازم کمبودی داریم، باید که اونا را بر ما کمک کنه. شماری از زنان صنعت پیشه در حالی که از فعالیت های روزمره شان ابراز خرسندی میکنند، اما تاکید دارد که حکومت و نهادهای کمک کننده کمتر صنعت پیشگان را مورد توجه و حمایت مالی قرار میدهد. اینجا به مدت 2 ماه میشه که من کار میکنم. تقریبا یاد گرفتم تا حد توان خود و کوشش کردم و توانستم یک کمی خود برسانم و به این حد و به این اندازه که ما آمدیم، ولی خیلی لوازمات مشکلات و کمبود داریم. ما از دولت خود تقاضا داریم یک به ما بعضی لوازمات را مهیا کنه تا ما بتوانیم بیشتر و دیگه خانم‌ها را هم تشویق کنیم تا بیایه و از اینجا ما کار کنیم و از دیگه از دولت هم اول امنیت میخوایم تا بتوانه دیگه خانم‌ها بیاین و به آرامی اینجا کار نمایم و بعد از اون از دولت این تقاضا رو داریم که برای ما لوازم کم داریم، باید برای ما لوازم بیشتر کمک کنه. زینب دختر جوان طالقانی است که در کارگاه خیاطی زنان برای زنان کار میکند. میگوید به اثر تشویق خانواده و دوستانش کارهای زیادی را از این کارگاه خیاطی یاد گرفته است. وی از دیگر دختر خانم ها بخواهد به خاطر خودکفا شدنشان باید یک حرفه و کسب را یاد بگیرد. مدت یک سال میشه در اینجا کار میکنیم و از کارامون خوش هستیم، کلی کارا را یاد گرفتیم. از دولت تقاضا میکنیم که برای ما یک چیزی کمک کنه تا ما به یک جای دیگه برسیم. پیام شما به دیگر خانما چی است؟ به دیگر خانما همی است که بیاین در اینجا چیزم بگیرن، کاری چیز خیاطی را یاد بگیرن، یک مشکلات خانوادگی را حل کنن. بیشتر این کالایی که ما میدیزیم دو زندگی که داریم از خاطر بانوان دو بسیاری از دکاندار هست دیگه، دکاندار ها به فروش میبرن میفروشن برامون دیگه. دو بسیاری نتون چی داریم، چیز میزی خیاطی دستان امی کارگاه دست دوزی داریم، این چیزایی که امرای دست میدوزین از او میدوزیم دیگه، امی لباسی که میدوزیم دکاندار دو بسیاری دکاندار رو به فروش میبرن. پیام میخواد من به دولتی هست که برامون کمک شوه، ماشین چیزی که اول نوک چیزا کمک شوه برامون دیگه، ماشین دستی کمک شوه از این برقی
که بچه که ماشین کم بود داریم، چیز بسیار کم بود داریم، برای ما خوب از دولت کمک کنه برامون. آیا میخواد به دیگه بانوها چی هستی که در عرصه کار کنن؟ پیام خود من به بانوها هست که یک خانواده هست که قیدگیر میباشه، باید خیاطی یاد بگیره که برشون به درد میخوره، سب و روز برشون به درد میخوره. یک خانواده هست که آزاد هست که میتونه مکتب پیش ببرن، یک خانواده هست که نمیتونه مکتب پیش برده، باید خیاطی کنه که برشون به درد میخوره در زندگیشون. از سوی هم شماری از ضرار تخاری بگوید ضرار افغار بردی بردار تورمند و پرقدرت هستند و امروز نتیجه زحمات آرار که ساخت قالین های وطنی و دیگر سرای دستی کشور در جهان از شهرت خاصی برخوردار است. از به گفته ضرار تخاری یکی از علت های عقب ماندگی کاروبار صنعت در این ولایت نبود بازار مناسب برای فروش سرای دستی در داخل و بیرون کشور و همچنان عدم توجه حکومت به صنعتکاران است. مشکلات صنعتکاران در ولایت تخار نبود بازار درست است، یعنی بازار ندارن یا دیگه قیمت بودن مواد خام است. زمانی که صلح نباشه، امنیت نباشه، آرامی نباشه، یک صنعتکار به فکر آرام همو صنایع خود تولید کرده و در بازار عرضه کردن نمیتونه اگر امنیت نباشه. اگر امنیت باشه بس خوب است، زمانی که بدون امنیت یعنی ناممکن است که یک صنعتکار از صنایع خود از تولید خود یک درآمد حاصل کنه. صنعتکاران در تخار تبیری امنیت و اصلاح را یکی از اولویت های رشد تجارت صنعت می‌دانند و از گروه طالبان بخواهد تا دست از جنگ و خشونت برداشته به خاطر تبیری آینده فرزندانشان با حکومت افغانستان صلح نماید. جای بسا خوشی زیاد بود خاطر از اینکه او ما در مجموع تمام خانمانه ای که خانمای از طالبا یا صاحب دولت همه نیمی از پیکر جامعه را تشکیل میتن و ما حق دارن که در این پروسه در این یک محفلا یا در این یک نمایشگاه اشتراک داشته باشن و تولیداتی که دارن و ما هم حق دارن، حق کار دارن، حق تولید دارن، اونا هم باید باشن. خوش میشدیم که این یک موقع مساعد شوه که ما از روز و روزگار و خانمایی که تحت سایه طالبان زندگی میکنن یا بسر میبرن آگاه شویم و اوام از کار و زندگی ما که ما در یک سایه امن زندگی میکنیم با خبرشنی در مجموع میتونه یک تبادل تجارب باشه از آموخته های هم دیگر. پیام میاست که بیاین به پروسه صلح احترام بگذارن، پروسه صلح به خوبی پیش ببرن، از این جنگ و از این ناامنی چیز جور نمیشه. آینده افغانستان همه مسلمان است، همه زیر یک چتر به نام یک افغان باید زندگی کنیم. با این همه مسئول کارگاه سرای دستی بانوان برای بانوان بگوید وی به خاطر رشد سرای دستی و حمایت از ضرار این کارگاه را در شهر طالقان ایجاد کرده است. ولی ضرار و دختران زیادی از این کارگاه فارغ شدند. وی از حکومت و نهادهای کمک کننده میخواهد تا زمینه فروش سرای دستی افغانها را در بیرون از کشور بسای ساخته و صنعت پیشگان را حمایت مالی نماید. دو سال میشه اینجا کار میکنیم. در این دو سال 140 یا 150 تا از بانوهای اینجا فراغت حاصل کردن، کار کردن. هنوز هم 20-30 نفر مجهز کارگر هستن، کار میکنن، هم آموزش میبینن هم کار میکنن، هم در مدل پول کار میکنن هم آموزش میبینن، دو کار انجام میدن. بیشتر بانوها در اینجا مصروف چی کارها هستن؟ مصروف دو زندگی، بافندگی، مصروف گراف هستن، مصروف گندوزی هستن، هر نوع دختی که باشه در اینجا انجام سودن میکره.
آیا تا به حال در اینجا نهادهای مسئول کدام توجه کردن یا شما را تشویق کردن که شما باید اینجا را خوبتر رش بتین؟ تا هنوز هیچ نهاد به اینجا کمک و همکاری نکردن. ما خودمان همش مسئولیتش خودمان داریم، خودمان حمایت از خودمان است، خودمان کار میکنیم، مشترکاً کار میکنیم، فعالیت خود آغاز کردیم، هیچ وقت به عقب هم بر نمیگردیم، انشاءالله از کارمون راضی هم هستیم. خواستی خودت از نهادهای مسئول چیست؟ نهادهای مسئول رو اگر و مسئول هستن میخواین حمایت از نهادها بکنن، ما همکاریشان خواهانیم که با ما همکاری بکنه، حداقل ما مجهزتر شویم و پیشرفته‌تر شویم، بتانیم که صادرات خود به کشورهای خارج داشته باشیم. گفته می شود که در تخار بیشترین صنعت پیشگان را زراعت تشکیل می دهد و در این میان زنان ازبک زبان در بخش های صنایع دستی مهارت های زیادی دارند. اما نوآوری های اخیر در این ولایت روند کاروبار زنان صنعت پیشه را در این ولایت به کندی روبرو کرده است. عزیز تلویزیون ملی، این بود داشته های این گزارش ما. تا گزارش های بعد که باز هم ما عادله سازگار با اتفاق همکارم در خدمتتون قرار میگیرم، شما را به الله یکتا و بی‌نیاز می‌سپارم.